ایجاد ارتباط بین دو کامپیوتر که ما چگونه می توانیم دو کامپیوتر را با هم وصل کنیم و منابع و اشتراک بگذاریم بین از دو کامپیوتر. ابتدا برای هر دو کامپیوتر ما IP سیت می کنیم و بعد از سیت کردن IP ها را ریپلای می کنیم که چگونه یا با یکدیگر آیا رابطه یا ارتباط از یا برقرار شده یا خیر، و اگر ارتباط نمی داشته باشن و یا request time out نوشته می کنیم در زمانی که ما یا را پین می کنیم رای حلش چی هست. خب میاییم اینجا یک IP بری از این کامپیوتری دوبار ما سیت می کنیم. یک بار ببینیم اینجا این کامپیوتر من یک درایف داره و در دسکتاپش هم خالی هست. من میام اینجا برای از این کامپیوتر ما چی یک IP باید ابتدا سیت کنم. اوپن نتورک کامپیوتر از این طریق چند مرحله باید ما برو. راه حل سادهش هست که ویندوز آر ما از کیبورد پرس میکنم. من از کیبورد ویندوز آر ببین اینجا الان های ویندوز با آر که فشار بتونم این رن باز میشه. در اینجا نوشته میکنم ncpa.cpl از اینجا باز میشه و در قسمت ایدرنیت شامده من یک IP براش سیت میکنم. IP که سیت میکنم از ورژن IP ورژن 4 هست. در قسمت پروپرتیز آمده در اینجا از یک IP براش میتونم از کلاس C باشه یا کلاس A باشه، هر کلاس باشه فرق نمیکنه. پس من یک IP میتونم از کلاس C A براش میتونم ده و IP که در کمتر اولی سیت میتونم مثلا یک هسته. شما میتونیم بین یک تا 254 این خانه IP داشته باشم که از هر کمتر باید متفاوت باشم. مثلا این کمتری که ما برش IP اول دادم ابتدا یک دادم IP را، در کمتری بعدی باید دو باشه یا سه باشه یا یک IP متفاوت کسی باشه. خب این شد IP کمتر اولی. من میام در کمتری دومی. در کمتری دومی اینجا در راست کلیک کنم، در قسمت نتورک اند اینترنت سیتینگ کلیک میکنم و وای فای چینج ادابتر آپشن. در اینجا ببینین چندین تا ایدرنت، یک ایدرنت، دو ایدرنت، سه و وای فای داره. این بخاطر است که ورچوال ماشین ما یا مو وین وی ار نصب کردیم یا اضافه شدن و کامپیوتر شما نخواد به این تعداد داشته باشد. اما این ویمویر یا ورکستیشن چی هسته، ورچوال ماشین چی هست، ما در ویدیوهای دیگه که دمی چینل هستن گذاشتیم که چگونه یک ورچوال ماشین کرید میکنیم و فایده ایجاد یک ورچوال ماشین چی هستن. به هر صورت من میام اینجا بالای ایدرنت 6 که کراس نداره. اگر کراس داشته باشه اینه که نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم. بالای ورژن 4 کلیک میکنم و اینجا برش یک کپی میکنم از همون کلاس. ده از اون دو بود، از اون یک بود، از این دو یا سه یا چهار یا پنج هرچی که خواستم وارد میکنم، مثلا از این دو باشه. خب زمانی که من IP دادم آنی میرم در CMD پین میکنم، رن باز میکنم، نوشته میکنم CMD اینجا پینگ ده دات یک. IP از او چند بود؟ یک بود. اینجا میبینیم که ریپلای میکنه و مشکلی هم نداره. پس ارتباط ما بین از این کمتر و او کمتر درست است. این بار میام در کمتر اولیه که برش IP دادیم اینجا هم آمده CMD تایپ میکنم و پینگ میکنم IP کمتری دو میره ده. اینجا هم ریپلای میکنه، مشکلی نداره. اگر من برم فایروال هایشون رو چک کنم، اگر فایروال گاهی اوقات تایم ریکویست اوت نوشته میکنه ریپلای نمیکنه، اون به دلیل آن بودنی که هسته فایروال. من فایروال استاتس اینجا چک میکنم، اوکی
Google. Check firewall status. بالای از این کلیک میکنم ببینین که اینجا فایروالش خاموش است. من اگر این را آن کنم ببینم که چی اتفاق میفته، آیا دوباره ارتباط برقرار هست یا خیر. اینجا دوباره cmd ping 10.10.10. چند بود؟ دو بود. بله، از این ping میکنم مشکل نداره. پس میام از کامپیوتر دوم cmd ping میکنم 10.10.10.1. ببینیم که اینجا تایم ریکوست اوت به احتمال قوی نمیشه میکنی. بله، او هم به خاطر یعنی هست که فایروالی از او چی هست؟ آن هست، یعنی این نمیتونه که به او ریکوست کنه. پس اگر زمانی که شما سر میخواییم به ای که ارتباط برقرار میکنین، میخواییم که پینگ کنین و پینگ نمیکنه و ارتباط مشکل داره، او از فایروال است که شما باید فایروال آف بسازین در کمپیوتری دوانه. پس اگر ما بیم در فایروال دوباره ای را آف کنم، ارتباطش دوباره برقرار میشه. فایروال آف و اوکی میکنم. در اینجا زمانی که اوکی میکنم میام در کمپیوتری اولی، دوباره از اینجا پین میکنم، میبینم که پین میکنم و مشکلی ندارم. خب حالا چگونه ما یک منابع یا یک فایل به اشتراک بگذاریم به این نزدیک کامپیوتر؟ برای از این کار یک فولدر دارم، میخوام داخل از این فولدر که هر چی خراب بوده هیچ مشکل نداره، فرقی نمیکنه هر دوتایی که باشه، تصویر باشه، ویدیو باشه، داکیومنت ها باشه یا هر چی که باشه، من بالاش کلیک میکنم که میخوام به اشتراک بذارم به نزدیک کامپیوتر. بالا شیرینگ کلیک میکنم، در قسمت ادوانس اومده. اینجا نام این شیر فایل چی باشه؟ کوشن است، من تغییرش نمیدم اون باشه. و اینجا فول اکسس هم براش کنترل میکنم، علاوه میکنم براش که رایت رید همه چیز داشته باشه. خب حالا ببینیم در کمپیوتر دومی، در کمپیوتر دومی ما چگونه میتونیم این شیر فایل که از کمپیوتر دیگه شده چگونه به دستش بیاریم، چگونه رو بگیریم. ویندوز آر من کلیک میکنم و در اینجا دش دش دو تا دش ورود میکنم و آی پی از او را، یا همچنان میتونیم بر اساس نامش او را به دسترسی داشته باشیم و هم میتونیم بر اساس آی پیش. آی پی چند بود؟ دو بود. اوکی میکنم. در اینجا میبینیم که باز میشه، اما من قبلا باز کرده بودم، قبلا فایل به اشتراک گذاشته بودم، به او خاطر از من یوزر پسورد نخواست. اگر شما این کار بکنید، از شما یوزر پسورد میخواه و یوزر پسورد کامپیوتری که از او میخواین فایل بگیرین، او را میتونین که یوزر پسورد شو وارد کنین و شما داخلی اما فایل شیرین چه ببینید. کویشن است، من بالاش کلیک میکنم و از این چی میکنم یک کپی میگیرم. زمانی که کپی بگیرم میتونم براحتی را در کجایی که خواسته باشم از قسمت درایو هم یا کامپیوتری دومی میتونم که حس کنم. اینم از فایل شیرین یا با اشتراک گذاشتن منابع بین دو تا کامپیوتر. خب همچنان من اگر بیام از اینجا از طریق دستش از طریق بیام نامش ببینم که میتونم دسترسی برای من میته یا خیر، میبینیم که از طریق نام هم به اون شکل اکسس میته، میره دنبالش میگرده و اینجا پیداش میکنه. من قبلا از طریق آی پی یوزرنیم شو وارد کرده بودم، از پیش من یوزرنیم نخواست، آره یوزرنیم شو وارد میکنم دانش و در اینجا هم پس خودشم. این به این شکل شما میتونیم که داخل ازش و فایل هایی که شیر کردیم فایل ها رو ببینیم. اگر من بروم چندین تا فایل دیگه هم شیر کنم به اشتراک بذارم، از دمیجا لست میشن و میتونم که اینجا کپی بگیرم.